به نام خدا تو این جلسه با موضوع یادگیری در خدمت شما هستیم یادگیری اگرچه که تاثیرات خیلی زیادی توی زندگی ما داره ما توی یاد گرفتن مطالب درسی توی مهارت از یادگیری استفاده می‌کنیم اما علاوه بر اینها یادگیری توی رشد شخصیت توی تعاملات اجتماعی ما توی رشد هیجانی ما تاثیرگذار است روی های مختلفی روی یادگیری در روانشناسی کار کردن که سه روی مهم رویکرد رفتارگرایی زیست زیستشناختی و رویکرد شناختی. شناختیه اما تو این جلسه ما با رویکرد شناختی میخوایم به موضوع یادگیری بپردازیم رفتارگره ها با شرطی سازی یادگیری و مورد بررسی قرار دادن شناخت ها با بررسی فرایندهای ذهنی و ساختار مغز به بررسی یادگیری پرداختن اما در رویکرد شناختی ما سه نوع یادگیری رو مورد بررسی قرار میدیم نوع اول یادگیری از راه بینشه یادگیری از راه بینش یعنی کشف رابطه اصلی بین رویدادها به طور ناگهانی نه از راه کوشش و خطا کوهلر روانشناس آلمانی اولین کسی بود که معتقد بود که ما همه نوع یادگیری رو نمیتونیم به واسطه شرطی سازی که از نظریات رفتارگرایان بود تبیین بکنیم کوهلر با تحقیقاتی که روی شاپانزه خودش انجام داد یادگیری از راه بینش رو معرفی کرد کوهلر آزمایشش رو اینجوری شروع کرد که ابتدا یک چوب دستی در اختیار شاپانزه گذاشت و یک موزی رو خارج از قفس شاپانزه قرار داد و از شاپانزه خواست که اون موز رو به دست بیاره توی گام دوم کوهلر موز و فاصله داد و دو چوب دستی که قابل اتصال به هم بود و در اختیار شاپانزه قرار داد. کوهلر <موز> توی گام دوم وقتی دید که موز از قفس فاصله داره ناگهان متوجه این شد که شاپانزش میتونه دو تا چوب دستی رو خودش به هم وصل بکنه و اون موز رو به دست بیاره و اسم اینو یادگیری از راه بینش گذاشت که کاملا به صورت اتفاقی و ناگهانی پیش اومد در این نوع یادگیری وقتی که همه عناصر یک مسئله کنار هم فراهم باشه یادگیری به صورت ناگهانی شکل میگیره نوع دوم یادگیری در رویکرد شناختی یادگیری پنهانه در یادگیری پنهان در لحظه یادگیری پاسخی به دنبال ندارد و یادگیری بدون تقویت آموخته میشه به عنوان مثال شما در سن کودکی وقتی که در یک روز برفی میبینید یک ماشینی توی سربالایی داره سر میخوره و نمیتونه بالا بره این اتفاق 20 سال بعد زمانی که شما صاحب ماشین میشید و در یک روز برفی میخواید به بیرون برید زمانی که سوار ماشین شدید و به یه سربالایی میرسید اون اتفاق 20 سال پیش برای شما مرور میشه و یادتون میاد که ممکنه این بار هم توی سربالایی سر بخورید به این میگن یادگیری پنهان روانشناسان یادگیری پنهان رو به دو نوع تقسیم بندی کردن یکی یادگیری ادراکی یکی شناخت توی یادگیری ادراکی فرد یک سری تغییرات پایدار در ادراک خودش رو احساس میکنه به عنوان مثال وقتی ما توی تلویزیون یا توی تصاویر مردم آسیا شرقی مثل ژاپنی ها چینی یا رو وقتی میبینیم فکر میکنیم که همه اینها مثل همدیگه هستن و یک چهره واحدی دارن اما زمانی که با اونها مواجه میشیم یا به کشورشون میریم و باهاشون زندگی میکنیم ادراک ما متفاوت میشه و میفهمیم که اون نگاه و اون شناخت قبلیمون اشتباه بوده به این نوع میگن یادگیری ادراکی اما شناخت به چه معناست شناخت هم با یک مثال برای شما توضیح میدم شما فرض کنید که به کارگاه نجاری دوستتون رفتید و توی کارگاه دارید میچرخید ناگهان نگاهتون به آچار که در زیر ابزارالات پنهان شده میفته و این شناخت و این درک و این یادگیری برای شما تو ذهن شما میمونه تا زمانی که محرک ایجاد بشه اون محرک چی میتونه باشه این میتونه باشه که دوست شما از شما سوال میکنه که آچار رو آیا ندیدی و شما با توجه به اون شناختی که پیدا کرده بودید پاسخ دوست خودتون رو میدید که مثلا چرا من آچار رو دیدم زیر لوازمت پنهان شده این در واقع نوعی از یادگیری پنهان ماست اما نوع سوم یادگیری یادگیری مشاهده ای یادگیری مشاهده ای که بخش عظیمی از یادگیری ما را تبعین میکنه از سن یک سالگی و با اتفاقات ساده ای مثل باز کردن یک اسباب بازی شروع میشه این یادگیری از طریق مشاهده تجربیات و رویدادهای اطرافیان ما شکل میگیره و نیازی به تقویت اصلا نداره و ما در واقع با یک نگاه و با مشاهده میتونیم خیلی چیزها رو از اطرافمون فرا بگیریم در جنبندی مطالب این جلسه ارز می کنیم که یادگیری شناختی شامل سه نوع یادگیری بود یادگیری از راه بینش یادگیری پنهان که خود شامل دو یادگیری ادراکی و شناخت بود و یادگیری مشاهده ای ممنون از همراهی شما تا جلسه بعد خدا نگهدارتون